جان دلم، هرچی اطرافیان مهربون باشن، بازم بچه خود آدم که نیستن. بچه آدم بدشم خوبه، اگه توی سر آدمم بزنه شیرینه. عمه جان، پس ما چی؟ جای بچه های شما نیستیم؟ چرا عزیزم، چرا؟ مخصوصا تو که خود من هستی. روزی 100 دفعه خدا رو شکر میکنم که تو این خونه هستی. هر وقت از بیرون میای و از اتومبیل مادرت پیاده میشی، 10 دفعه قربون صدقه قد و بالات میرم و انیکاد میخونم و از دور به طرفت فوت میکنم. دعا میکنم الهی سفید بخت بشی، هر ستون سفید بخت بشین، الهی از دست خودتون نکشین. دلم میخواست هیچ وقت این صندوقچه رو جلوی تو باز نمیکردم. تو این چیزا رو میدونستی؟ سودابه هیچ چیز نمیدانست. عمه جان به جلو خم شد و یک کلید قدیمی از زنجیر طلایی که به گردن داشت بیرون کشید و در صندوق چرا گشود. سودابه با حیرت گفت: اوه عمه، پس کلیدش اینجا بوده؟ عمه خندید: آره شیطونکا، هر سه تاتون از بچگی دنبال کلیدش بودین، مگه نه؟ در صندوق چه جز مقداری خرت و پرت، کاغذهای زرد شده، یکی دو عکس و یک طلاق نامه، هیچ نبود. این بود صندوقچه قیمتی عمه جان. درون آن نه عروسک بود، نه شکلات، نه کش تیر و کمان برای گنجشک‌ها و نه پارچه و پولک برای دوختن لباس عروسک ها. از هیچ یک از آن اشیایی که در دوران کودکی برای سودابه و خواهر و برادرش حکم گنج را داشت خبری نبود. حتی لواشک و غره قروت و آلبالو خشکه هم در آن پیدا نمی شد. پس برای چه او در این صندوقچه تا این حد بی ارزش را قفل می کرد؟ عمه جان چای خود را نوشید، در مبل فرو رفت و به عقب لم داد و دسته عصا را به دست گرفت. دو پای خود را دراز کرد، مچ پای چپ خود را روی مچ پای راست انداخت. اولین بار بود که از درد پا نمی نالید. به چشمان سودابه نگریست و با محبت پرسید: اگه از اولش برات بگم خسته نمیشی؟ سودابه با اشتیاق گفت: نه عمه، نه، خسته نمیشم.